شما وقتی نماینده مجلس بودین بیشتر شبها در اتاق خودتون میخوابیدید تا صبح؟ من خونه دارم در تهران، الانم دارم، قبل از نمایندگی هم داشتم در نظام آباد. پس چرا اونجا میخوابیدی؟ 50-60 متریه. من حساب میکردم از اونجا بلندشم بیام یک ساعت راه میاد، برگردم یک ساعت میشه، این دو ساعت بیشتر نامه ها تر. من هیچ طرحی لوایحی نبود نخونم. تو عمرم یک بار ممتنه را ندادم، با شجاعت تمام دو مخالف چهار موافق رای دادم و همیشه هم جز منضبط‌ترین ده نفر اول نماینده مجلس بودم که هم در صحن رئیس فعال داشتم، هم در کمیسیون ها، هم در رای گیری. یعنی تو اتاق خودتون میخوابیدید به خاطر اینکه صبح اول وقت سر کار باشید، از اون طرف نامه های مردم، پیگیری نوت‌ها و اینا رو داشته باشید؟ تمام نامه اونجاست دیگه. مسیر رو تا برید و برگردید زمان میبره. شما تو زندگی یه دفعه از دو نیم شب یه شب از خواب بیدار شدید حالا که بله. خوابت نپره؟ بله. چه کار میکنی؟ با موبایلم برمیشه. من بلند میشدم سریع نامه ها را صفر میکردم، پیشنهادات طرح را مینوشتم. شما هیچ طرحی در صحن علنی نداری که من پیشنهاد نداشته باشم، بخصوص در بودجه. من شدیداً آقای کارمان مدرسه با اوراق مخالفم، صد بارم گفتم اینجا که با اوراق مملکت اوراق کردن، به سود اوراقم اوراق حساب میکنن که صد درصد مخالفم. ما ترکیه امثال داریم، دیوگانی هم با قصین ازاد به لحافت نگاه کن، پاس اعتراض کن. ما میگیم اول درآمد بعد هزینه، دخل بعد خرج، منابع مصارف، نه برعکس. هزینه های ما قطعی اینقدره، درآمد های ما واهیه اینقدره. این کسی بودجه است. این گاهن هم که قطعی نمیشه میاد اینجا کسی اینقدره با اوراق رو پر میکنن. و شما مخالف بودید همیشه؟ مثلا مخالف. به جناب شاغلم، دست شما درد نکنه. به 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 حال دارم، دست شما درد نکنه. یا الله دست شما درد نکنه. به به جناب شاغلم، شما زحمت کشید، دست شما درد نکنه. خیلی هم عالی. خیلی ممنونم، دست شما درد نکنه. سوالی داشتم، شما که این همه دلسوز مردمین، این همه تلاش میکنید، حتی شنیدم تو مجلس هم میخوابیدید، شما رو چرا رد صلاحیت کردن؟ خود آقا رئیسند و صاحب قدرتند و بعد اختیار دارند. آدم دیشته نویس غلط دارد و اونی که نویسه چه غلط ندارد. غلط نداره، درست من نه معصومم آقای رئیس، نه معصوم ذاتم. بله. بشرم، عقلم محدوده، اطلاعاتم محدوده، انرژیم محدوده. اینا من صرف مبارزه با حق و حقوقی که کارگران میخورن دارم. به خاطر بعضی خوششون نمیان وقتی که یه وزیری در مجلس میتوانست کارهای بکنه که همه تاییدش میشدن، من میام تو صحنه علنی سوال میکنم به خاطر تولید داخل. وقتی که ما تولید داخل داریم غلط میکنید، از بیرون وارد میکنید. آفرین. بله بله، دست شما درد نکنه. دست شما درد نکنه جناب شاغلم. یا الله، ممنونم، مرسی. خب اتاق یه نماینده مجلس چه شکلیه؟ اون اتاقی که شما داشتی شب و روز اونجا بودی؟ نمایندگانی که ما اونجا بودیم سه نفره، دو نفره یک اتاق دارن، بعد یه منشی دارن. شما اتاقتون همین شکلی بود؟ اتاق من خارج از اونجا بود، تو راهرو بود. آها. تک بود. آها. اونجا راحت بودیم، مزاحم هیچ نماینده دیگه نبودیم. ولی بقیه نماینده ها بیشترشون دو نفر و سه نفر توی اتاق هم؟ بعد من که من اکثر اونجا بودم از کل ایران مراجعه کنه داشتیم. مثلا یه نماینده مراجعه کنش میامد، خودش مسافرت بود یا در حوزه بود یا معرض بود یا جای دیگه تلسرف بود، این بیچاره میمانه دیگه. ما میآوریم بهش چای میدادیم، بیسکویت میدادیم. شما 12 سال نماینده مجلس بودید. بله. چه کار ناتمامی دارید که باز هم میخواستید به بهارستان برید و نشد؟ حاضر ما فرمایشات رهبری رو پیگیری میکردیم در رابطه با کارگران، ولی موفق نشدیم. وقتی که نماینده روز 6 اردیبهشت ماه تمام شد، دیگه هیچ گونه
نمیتونم کار کنم. ولی من کار کردم. من دفتر رو تعطیل نشدم. هم دفتر تهران دارم، هم تبریز، هم ارومیه. تهران روزای یکشنبه، دوشنبه تبریز، پنجشنبه ارومیه. بدون اینکه نماینده باشین دفترتون کار میکنه؟ چی جوریه؟ روزا تو من نمازمه میشم، همه میان. چی کار میکنید اونجا؟ هر چی کار داره انجام میدیم. اصلا نمیگیم ما رفتیم داره. چون چون در عرض دو ساعت به من 194,000 رای دادن. خب میدونم الان که نماینده نیستید چجوری میتونید مشکلات اونا رو حل کنید؟ خیلی راحت تره. هر چی زنگ بزنم میدونن که من به خاطر ملت 70-80% شد حله. یعنی حرفتون خریدار داره الان؟ بیشتر از نماینده چه. جاله. شما یه جا فرمودید که حقوق نماینده مجلسیتون کمه. درسته؟ چقدر بود؟ ما اون آخر که نماینده بودیم 10 تومن بود دیگه. پول مسئول دفتر، پول راننده، ماشین، بابام، اینا چی؟ تعدادی بود که حقوق 10 تومن هم روش میذاشتیم بازم کم میآوردیم. من در این 12 سال هیچ وقت از حقوق مجلس به خونه تکریالی پول ندادم، بلکه از خونه پول برداشتم، مستقلات داشتم، اجاره داده بودیم، از اونا هزینه خواهد. شغل قبلی شما چی بود قبل از اینکه تشریف ببرید؟ من کارمند استانداری هم. با افتخار کارمند استانداری آذربایجان غربی هستم و بانشسته استانداری هستم. در هیچ جای دیگه پرونده من انتقال ندادم به وزارت نفت. شغل آزاد نداشتی؟ نه، من شغل آزاد نداشتم. من از پیروزی انقلاب تا الانم 24 ساعت در خدمت ملت هستم. پیش از انقلاب شغلتون چی بود؟ دانشجو بودم. ابزار فروشی هم داشتید؟ اون قبل از نمایندگی هم بود. اون را نگه داشته بودم. الان آیه کامران. اینجا نبودم. حتما یک تجارت خانه کجا بود مغازه ابزار فروشیتون؟ ارومیه. شما دهش هست یه مقطعی رئیس ستاد انتخاباتی آقای خامنه‌ای بودید؟ دو دوره. دو دوره. 60 سال. چیکار میکردید اون موقع یعنی دقیقا؟ من اونجا دانشجو بودیم. دانشگاه تعطیل بود. برای آقا ستاد زدیم. خیلی هم برای کسان دیگه ستاد زدن. اون زمان. ولی ما برنده شدیم. در 60 سال هم دانشگاه بودیم زدیم. خیلی از دفتر آقایان برای کسان دیگه تبلیغ میکردن. بعضی گاهنم با خود فیزیکی هم پیش میامد. اه؟ سر انتخاب. کتکاری؟ ما سرباز نظامیم و از آقا را از اول دوستش داریم و دوست خواهیم داشت. خب، میخوام بدونم که شما از شهید مهدی باکری هم خاطره ای دارید، همرزمشون بودید. آقا مهدی را هیچ کس نمیشناسه. آقا مهدی را باید از نو شناخت. شب ساعت 12 بود، پادگان الله اکبر اسلام آباد غرب ساعت 12 شب بود، همه شام خورده این یه دونه برنج خشک رو برداشت و باشگاش گفت من میبرم خونه. اون خشک بدون خروش بود با زنش خورد. این زندگی آمهدیه. آمهدی اونقدر آمد تو حمدآقا بالای تنجه سمپاپا کانال زد از اذان مغرب تا اذان صبح از دستاش پاره شدن، خونه همه ظالم شد تو برادر. آمهدی اصلا ترسی نداشت. آقای علی قبل از انقلاب اعدام شد تو بهشت‌سرات. علی باکری. باکری. بله. تازه پیدا شد. بله. حمد آقا تو جزیره مظلوم جنوبی طلایه شهید میشه با شهید عالی قدر اسلام مرتضی یخچیان تبریز. هر دو قائم مقام لشکر بودن. آمهدی میگه که همه را بیاورید. تمام شد همه را بیاورید. جنازه اونجا مفقود شد. جنازه آقای مهدی باشم افتاد اروند. دیگه رفت خلیج همیشه فاس. ما به خلیج فاس به احتامه که شهید باکری جسمش اونجا رفته احتام خاص داریم. ارومیه یا به خاطر میگیم همیشه خلیج همیشه پیروز و فارسی.